Mr. Trump, thank God for you. To our first African American, our first Asian American. در دنیای سیاست، نامزدهای انتخاباتی علاوه بر کارزارهای تبلیغاتی و وعده‌های سیاسی، از استایل شخصی هم به عنوان ابزاری قدرتمند برای القای ارزش‌ها و پل زدن میان خود و رای دهندگان استفاده می‌کنند. از کلاه بلند آبراهام لینکلن تا کت و شلوار کرم رنگ جنجالی باراک اوباما، پوشش سیاستمداران آمریکا همواره محل بحث و انتقاد بوده. در سال 2016 ورود هیلاری کلینتون به میدان به عنوان نخستین نامزد زن یک حزب اصلی استفاده سیاسی از مد رو پیچیده تر کرد. او میبایست در انتخاب لباس میان نمایش اقتدار، راحتی و انتظارات جنسیتی از یک زن تعادل برقرار میکرد. تو طول تاریخ زنها فرصت کمتری برای فعالیت سیاسی داشتن، اما پوشش و مد همیشه یکی از اصلی ترین راههایی بوده که زنها از طریق اون تونستن صداشون رو به طور نمادین و غیر مستقیم بیان کنن، حتی وقتی که امکان شرکت توی اعتراضات، سخنرانی کردن یا گرفتن مقام‌های سیاسی رو نداشتن. اگه به جنبش‌هایی مثل جنبش حق رأی زنان یا همون سافرجت فکر کنیم، می‌بینیم که یکی از اصلی ترین شیوه‌های زنها برای حمایت از این جنبش پوشیدن رنگ‌ها، طرح‌ها و زیور برالاتی بوده که به این جنبش مرتبط بود. کامالا هریس، اولین زن سیاه پوست و آسیایی تبار معاون ریاست جمهوری آمریکا و نامزد دموکرات در انتخابات پیش رو، با حمایت از طراحان لباس آمریکایی و انتخاب رنگ‌های جسورانه، پیام‌های زیرمتنی خودش رو به مخاطب منتقل می‌کنه. مروارید که نماد فساد ناپذیری و ظرافته، به یکی از نشانه‌های بارز برند کامالا هریس تبدیل شده. مروارید نماد عضویت او توی انجمن آلفا کاپا آلفا است، اولین انجمن خواهری آمریکایی آفریقایی که با دانشگاه هاروارد، جایی که کامالا هریس تحصیلاتش رو گذرانده، ارتباط داره. برای همین سنگ قیمتی برای او اهمیت شخصی خیلی زیادی داره. هشتگ کتانی و مروارید یا چاکس اند پرلز که به کفش‌های راحتی محبوب او اشاره داره، به نماد همبستگی طرفداران خانم هریس در شبکه‌های اجتماعی و کارزارهای تبلیغاتی تبدیل شده. در سوی دیگر، دونالد ترامپ 45مین رئیس جمهوری آمریکا و نامزد جمهوری خواه. او از حدود یک دهه پیش نه تنها با شعارهای سیاسی، بلکه با استایل خاصش خودش رو به عنوان یک چهره بحث برانگیز در دنیای سیاست معرفی کرده. کراوات‌های بزرگ و اغلب قرمز و کت و شلوارهای گشاد و تیره رنگ بخش جدایی ناپذیری از سبک دونالد ترامپ هستند. همچنین کلاه بیسبالی که در تجمع انتخاباتی سال 2016 با شعار عظمت را به آمریکا بازگردانیم بر سر داشت، به یکی از نمادهای جنبش پوپولیستی ماگا تبدیل شد. کلاه نقش خیلی مهمی توی جلب توجه و دیده شدن داره. وقتی یه جمعیت بزرگ اطراف شما حضور داره، سر تنها قسمتی از بدنه که واقعا دیده میشه. برای همین کلاه برای ایجاد احساس هویت جمعی ابزار هوشمندانه ایه. اگرچه در نهایت پیروز انتخابات رو سیاست‌ها و توانایی‌های رهبری نامزدها تعیین می‌کنه، اما سبک منحصر به فرد نامزدها به طور غیر قابل انکاری بر تصویر عمومی و نحوه ارتباط اونها با مردم تأثیر می‌گذاره. به قول طراح معروف فرانسوی ایو سن لوران، مد میاد و میره، اما سبک و استایل ماندگاره. مینا جوشقانی، بی بی سی.